رفتیم جا خالی هم رفتیم. بیا اینجا 111 مورد داریم با هم امروز سوال حل میکنیم. ببینیم کی انقدر حل میکنه. میگیم سوال هایی پاسخ کوتاه بدیم. پاسخ کوتاه یعنی در حد یک نیم خط بچه ها جواب بنویسید. یه خط. اینی رو میخواد. شما نیم خط بنویسید جوابه. یه خط بنویسید نمرتون میدن. ولی بینیم تو سه خط بنویس. بهتر. بنویس. روانی کن مصححو. بنویس. مهمتری حق خدا و بندگان چیه؟ همین الان خوندیم. حق اطاعت و بندگی. همین نمرش رو میده. حالا گفتم تفت و بس بده شما. بنویس حق اطاعت و بندگی. یعنی بنویس. فردی که میخواهد توبه کند باید حق الله را به جا آورد، یعنی حق اطاعت و بندگی را به جا آورد، یعنی نماز و روزه‌های از دست رفته را قضا کند. البته اگر خداوند ببیند که شخص توبه کار همه تلاش خدا کرده است اما نمیتواند همه آنها را قضا به جا آورد، خدا بقیه را جبران و عفو کند. بریم همه اینا رو بنویس. اینم بنویس نمره میده، اونم بنویس نمره. ریا را تعریف کنید. ریا یعنی چی؟ عملی است فاقد حسن. بچه شما بگید فاعلی یا فعلی. چت بده ریا بچه ها عمل. آها حسن چی نداره ریا؟ فاعلی. یعنی به نیت الهی انجام نمیشه، برای جلب توجه انجام میشه. باریکن هر کی به شما گفته زیاد بنویسید نمره ازتون کم میکنن، زر زیادی داره میزنه. اینو میدونی کیا میگن؟ چتو ببن. میدونی کیا میگن؟ با احترام به همه همکاران دبیران در کل ایران، معلمای مدرسه امتحان داخلی میگیرن میخوان صحیح کنن، حوصله ندارن بخونن، میگن آقا زیاد بنویسی نمره کم میکنیم، چرت و پرت زیاد ننویسید. اونا چون حوصله ندارن بخونن شما رو میترسونن که زیاد ننویسی. آقا من دارم بهت میگم بنویس با من. امتحان نهایی فرق میکنه با اونی که معلمت میشینه خونه سعی میکنه. سعی کردن امتحان نهایی فرق داره با سعی کردن امتحان داخلی. زیاد بنویس. هیچ مصححی حق ندارد به خاطر زیاد نوشتن شما نمره کم کنه. قانون آقا حق نداره. بنویس. اعصاب منو به هم میریزه. لج کنم باش. شرط ورود به رحمت و فضل خدا هدایت شدن چیه؟ بچه ها آمنو اعتصمو. شرط نتیجه چیه؟ وارد رحمت و فضل خدا میشی و هدایتت. سوال شرط ورود به رحمت چیه؟ ایمان به خدا و تمسک به او. تمسک به او، بگروی به خدا، گرویدن به خدا. سوال میگه شرط ورود رحمت و فضل هدایت چیه؟ میگه ایمان به خدا تمسک. این جوابه. حالا اگر تو بیای فردا تو امتحان نهایی اینو عربی بنویسی، بنویسی آمنو اعتصمو، این نتیجه رو میده، روانی میشه، مصحح حال میکنه. پس یه سوالم ببینی نزدید ردش میکنه. این میشه علت، نتیجه معلوم، کنکوریشه. سوال بعدی، علت حرمت شراب و قمار. خوندیم دیگه، چرا حرومه؟ گناهش بیشتر از منفعتش است. سوال بعدی، سد جاهلیت و خرافه‌گری چگونه شکسته شد؟ یک، نزول تدریجی آیات قرآن. دو، تشویق‌های دائمی پیامبر. مردم خرافه‌گرا بودن، جاهل بودن، اسکل بودن. بابا میشستن آتیش روشن میکردن که چی بشه؟ بارون بیاد. شطور سالم و با آهن داغ میزدن که اون یکی شطور مریضه خوب شه. اسکول بودن، جاهل بودن دیگه. میگه نزول تدریجی آیات قرآن در طول چند سال نازل شده؟ سهیل قرآن در طول چند سال نازل شده میدونی؟ نمیدونی؟ 23 سال. چند تا آیه داره قرآن میدونی؟ نمیدونی؟ بینجا بهت بگم. نه چرتوپر چرا میگی؟ سهیل نگاه کن قرآن چند تا آیه داره؟ 6 مساویه 2 تا 6 تا
6 مساویه 2 3 تا 6236 دایره داره. در طول چند سال نازل شده؟ 23 سال. و نزول تدریجیات اورا یعنی این. قرآن تو 23 سال خورد خورد اومده، یه جا نیومده. نزول تدریجیات قرآن و تشویق‌های دائمی پیامبر صد جاهلیت و خرافه‌گری شکسته شد. اوصاف نمازگزاران چیه؟ و اوصاف تکذیب کنندگان چیه؟ باید بلد باشه. نمازگزاران از مالشون، از درآمدشون حق معینی برای محرومان تعیین کردن. پول میدن، کمک میکنن. اوصاف نمازگزاران از مال خود برای محرومان حق معینی را